بر موج برنامه اطلاعاتی خبر. برنامه یک میلیاردی رشد کلوب همگی 55 درصد اجرا شد. قاچاق کرونا ویروس، ویروس شات اوت چگونه به خوجند رسید؟ کرونا صدی راه نیست، خوانندگان تاجیک در المپیاده بین المللی 6 مدال گرفتند. لاوروف پس از علاقه با یک مریضی کووید 19 خونشین شد. اردوغان مجله فرانسوی را برای کاریکاتورا به دادگاه کشید. شرح این و دیگر خبرها با شما است، من ساعتم لویوه، سلام. عبدالقادر ولیزاده رئیس شهر کلوب در جلسه حکومت تحت رئاسه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان از جریان تطبیق برنامه رشد اجتماعی و اقتصادی شهر کلوب برای سالهای 2015-2019 که ارزش عمومی آن بیش از 1 میلیارد سومانی میباشد گزارش داد. طبق اطلاعی کاتبات پرزیدنت مملکت برنامه مذکور 262 لایحه را با مبلغ عمومی 1,46,700,000 سومانی از جمله از بودجه جمهوریوی 237,500,000 سومانی، بودجه ولایتی 5.8 میلیون سومانی، بودجه محلی زیاد از 23 میلیون سومانی، مبلغ های خودی زیاد از 187 میلیون سومانی، مبلغ های سرمایه گذاری های داخلی و خارجی زیاد از 592 میلیون سومانی را در بر می گرفت. این برنامه از 5 بخش از جمله بخش اقتصادی، صنعت، کشاورزی، حفظ اجتماعی، معارف، فرهنگ، تندرستی، انفراساختار، تأمینات با آب نوشاکی، کمونالی، حالات فوق‌العاده و تأمینات ذخیره‌ای عبارت بود، آمده است در اطلاعیه. منبع قید میکند که در دوام عملی شوی برنامه تا به امروز با مبلغ 578 میلیون و 871 هزار سومانی کارها اجرا گردید که تنها 55 اصد 3% نشان دهنده برنامه را تشکیل میدهد. رهبری دولت به حکومت جمهوری، رهبریت مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر کلوب و دیگر ساختارهای مربوطه دولتی دستور دادند که برنامه رشد اجتماعی و اقتصادی شهر کلوب برای سالهای 2015-2019 با صفت و پورا در عمل تطبیق کرده شود. در بازار و داروخانه‌های شهر خوجند مواد به فروش برآورده شده، مردم به عنوان بیجی که کرونا ویروس از آن خریداری کردند، اما مسئولان اداره های تندرستی از وارد شدن این مواد خبر ندارند. ویروس شات اوت یا خود گردنبند کرونا ویروس چند روز است که در فروشگاه‌های خوجند به مولی از همه پرخریدار تبدیل شده است. ساکنان به تبلیغ آن باور کرده میگویند که با خریدن این مواد خود را از کرونا ویروس حمایت میکنند، اما تا کجا این امکان دارد آنها هنوز معلومات ندارند. زیمنان به فرق از نقاب‌های محافظتی با قیمت 10-12 سومانی به فروش گذاشته شده است. فروشنده ها درباره از کجا ورید شدن آن اظهار بی‌خبری نموده از بازارگیر بودن آن تاکید میکنند. یک فروشنده ویروس شات اوت در بازار پنجشنبه به شرط نبردن نامش به سپوتنیک تاجیکستان گفت که این مول را استحصال کشور چین مانیداد کرد، ولی درباره کی و چگونه به بازار خوجند راه یافتن آن اظهار بی‌خبری کرد. الهام پلوتزاده سردار رئاسه خدمات نظارت در ساحه تندرستی میگوید که تاثیر بیجی که کرونا ویروس برای سلامتی اهالی هنوز آزموده نشده است، زیرا این مال از راه قاچاق به بازارهای خوجند راه یافته است. 6 طالب علمی مؤسسه دولتی تعلیمی لیسی برای خوانندگان بلایوقت شهر خوجند در المپیاده بین المللی اینترنیشن میچ چلنج اشتراک نموده، همهشان در آن مدال به دست آوردند. طور دفتری مطبوعاتی رئیس شهری خوجند گزارش می‌دهد در المپیاده مذکور 1600 نفر از 70 کشور جهان اشتراک داشتند. اینترنشنال میچ چلنج که همه سال در تایلند برگزار می‌شد، امسال آنلاین دایر گردید. همین طور پس از دور انتخابی آزمون به دور نهایی روخت گرفته، در این دور طریق آنلاین از خود مهارت بلند نشان داده صاحب مقام افتخاری گردیدند. در نتیجه خوانندگان سنف 4 ابوبکر ابوالقاسیموف و یوسف جان تورسونزاده صاحب مدال طلا، خوانندگان سنف 7 میراج صابرزاده، میرزا عبادالله عبدالقادیروف و انوشروان کریموف صاحب مدال نقره و خواننده سنف 8 مؤسسه اسمت جان شمسیف صاحب مدال برنج گردیدند. غالبان با دیپلم، مدال و جام المپیاده بین المللی قدردانی گردیدند.
وزیر کارهای خارجه روسیه سرگئی لاوروف پس از صحبت با نفری سرایت شده از کرونا ویروس خونشین شد. خبر می‌دهد وزارت کارهای خارجه فدراسیون روسیه. منبع قید می‌کند که آن زمان احوال وزیر خوب است. قید می‌شود که به دلیل خونشینی همه بخیری‌ها و سفرهای وزیر کارهای خارجه روسیه سرگئی لاوروف به تأخیر گذاشته شدند. در برابر این گفته نشده است که وزیر کی و با کی صحبت کرده است. در حاشیه متشنج شدنی مناسبت‌های فرانسه و ترکیه، مجله چرلی هبدو کاریکاتوری را نشر کرده، پرزیدنت جمهوری ترکیه رجب طیب اردوغان را مسخره کرده است. پرزیدنت ترکیه رجب طیب اردوغان مجله ادبی و بدیعی چرلی هبدوی فرانسوی را برای کاریکاتوری خود به دادگاه کشیده است. دعوا را به دادستانی انقره زیدی رهبری مجله از نام رهبری ترکیه حامی حقوق او حسین ایدین داده است. در عریضه او گفته می شود که مواد به اصولهای اخلاقی روزنامه‌نگاری و به مفهوم آزادی بیان راست نمی آید. افزون بر این کاریکاتور عزت و شرف رهبری ترکیه را پست می زند. رسمی تحقیر آمیز اردوغان در صفحه تویتری چرلی هبدو در حاشیه بد شدنی مناسبت‌های ترکیه و فرانسه نشر گردیده است. در آن رهبری ترکیه نیم برهنه در میز نشسته است و در یک دستش نشوکی و با دست دیگرش پیش خدمت حجاب پوش را لوچ می کند. اردوغان در زندگی خصوصی بسیار بازینگر است گفته می شود در شرح کاریکاتورا. مجله رسم را در پای متشنج شدنی مناسبت های ترکیه و فرانسه نشر کرد. تکانه با اون اظهارات پرزیدنت فرانسه ایمانوئل ماکرون پس از کشتاری یک معلم در نزدیک شهری پاریس پس از نشان دادن کاریکاتورای پیغمبر محمد گردید. این کاریکاتورا نیز با مجله هرلی هبدو تعلق داشته است. در برآمدی خود رهبری فرانسه حادثه را تراکت اسلامی نامیده با مبارزه با اسلام سیاسی در مکتبها، مؤسسه‌های دولتی و مسجدها دعوت می‌کند. او همچنین پیشنهاد کرده است که در کشور تشکیلاتی تشکیل کرده شود که تواند اسلام را بدون تأثیر بیرون بسازد. در پاسخ با ماکرون اردوغان از ماکرون دعوت کرده است که حالت روانیش را بسنجد. پس از این قضیه همون مجله اردوغان را نیز به مسخره کشیده است. سامیانی عزیز در همجا برنامه تلویزیونی خبر با پایان میرسد. برای هر یک شما تنسیتی و خانه آبادی را خواهانیم. خیر. برنامه تلویزیونی خبر از رویدادهای تاجیکستان، منطقه و جهان آگاه باش.